سلام دوستان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه. حجت هستم. امروز میخوایم در مورد حقوق سه تیپ کارگر مختلف توی آمریکا صحبت بکنیم و ببینیم حقوقای تقریبیشون چقدر هستش. ببینید، به صورت کلی بخوام در نظر بگیرین، خب خیلی تفاوت قیمت‌ها و حقوق‌ها توی ایالت‌های مختلف و حتی شهرهای مختلف یک ایالت توی آمریکا زیاد هستش. حالا مثلا یه ایالتی مثل کالیفرنیا توی غرب آمریکا همونقدر که درآمدها زیاد هستش، خرج‌ها هم زیاد هستش. اما خب معمولا اینجوری که توی آمریکا مثلا کالیفرنیا بیشترین حقوق رو به حالا کارمنده و کارگراش میده. حالا برخی ایالت مثل نیویورک، مثل مریلند، شهر واشنگتن، مثلا مثل شیکاگو، اینا هم درآمدهای افراد معمولا بالاتره. خب از اون برم خرجشون بیشتر هستش. اما اون سه تا دسته‌ای که امروز قرار بررسی بکنیم، اولین دسته‌ای که می‌خواستم بررسی کنم بحث در واقع کارگرای مزرعه بود یا فارم ورکرا، که اینا معمولا حقوقاشون کمتره نسبت به بقیه قشرهای حالا کارگری توی آمریکا، که حقوق سالیانه‌شون اگه بخوای نگاه کنی چیز هلوش 20000 دلار تا 30000 دلار، یعنی حتی برخی از اینا کمتر از 20000 دلار می‌گیرن. که اگه بخوای نگاه بکنیم مثلا ساعتی چقدر میشه، ساعتی چیزی هلوش 10 دلار تا 12 دلار در میاد، حتی بعضی جا 8 دلار تا 12 دلار حقوق ساعتیشون میشه. یعنی اگه روزی 8 ساعت مثلا اینا کار بکنن و مثلا 25 روز هم کار بکنن در طول ماه، هلوش حقوقشون چیزی که واسه شون ته ماه مثلا با کم کردن مالیات در واقع میمونه چیز بین 1500 تا 2000 تا 2500 دلاره. یعنی واقعا حقوقی که قشر مثلا کارگر مزرعه توی آمریکا میگیره خیلی کمه. یعنی 1500 دلار واقعا شما در نظر بگیرید که یه حقوق یه کارگریه که توی مزرعه داره کار میکنه و میشه زندگی کرد با همون قیمتا، ولی خب من میگم اینا دیگه معمولا کف قضیه هستش و حقوقاشون خیلی پایینه. مثلا تو ایالتی مثل نیویورک میگن اگه درآمد سالیانتون کمتر از 30000 دلار باشه، شما زیر اون خط فقر در واقع دارید زندگی میکنید. ولی خب حالا فکر کنیم توی همچین ایالتی درآمد یک کارگر مزرعه 10 دلار بر ساعت باشه، که نزدیک تقریبا توی سال چیز دلارش مثلا 20000 دلار در میاد، 25000 دلار شاید در بیاد، که واقعا زیر خط فقر حساب میشه. چه دومی که خواستیم در نظر بگیریم مربوط میشد به در واقع خود کارگر، یعنی همون کارگر مثلا ساختمانی یا کارگرای تأسیسات یا هر گونه کارگری که وجود داشته باشه، که اینا یک کمی حقوقاشون بیشتره. تقریبا رنج حقوقیشون بین 13 تا 18 دلار هستش و کارشون هم به حال سنگین تره دیگه. و اینم بخوای در نظر بگیری تقریبا سالیانه میشه نزدیک 30000 دلار، 35000 دلار، که حالا مالیات اینا رو بخوای کم بکنی، حقوق ماهیانه شون چیز حلوش 2500 تا 3000 دلار خواهد بود. اما قشر سومی که خواستم بررسی کنم که خیلی هم حالا روش میشه کامنت گذاشت، بحث رستوران ها هستش. کارگران رستوران خب خیلی تفاوته و نوسان در واقع حقوق دریافتشون زیاده و میگم تو ایالت های مختلف هم واقعا فرق میکنه. از حقوق 10 دلار، 9 دلار شما ساعتی در نظر بگیرید تا حقوق 17 دلار، 16 دلار یا 18 دلار تو برخی از ایالت ها که خیلی کم پیش میاد. ولی رنج نرمالش رو بخوای در نظر بگیری چیز هلوش 10 دلار تا 15 دلار تا 16 دلار ساعتی، میگم بسته به ایالت‌های مختلف حقوق ساعتی کارگر توی رستورانه. که بخواید در نظر بگیرید مثلا حقوق ماهیانه شون چیز هلوش 3500 دلار هست با تکس، که اگه تکس و اینا رو هم بخوای برداری چیز 2500 دلار واسه شون بیشتر شاید ته ماه نمونه. بنابراین اینجوری بخواید نگاه بکنید که مثلا همین تو همین ایالت نیویورک که مثلا من دارم زندگی میکنم، حالا نه خود من، حتی توی مثلا قسمت لانگ آیلند یه کارگر که حقوقش مثلا 3500 دلار حالا ماهیانه است، حالا اون 1000 دلار هم بخاطر تکس اینا کم کنیم میشه مثلا 2500 دلار. از این 2500 دلار مثلا یه خونه، یه اتاق بخواد اجاره بکنه چیز هلوش 700 تا 800 دلار باید بده. یعنی یه اتاق وقتی میخواد اجاره کنه 800 دلار از حقوقش کم کنید، دیگه هزینه‌های زندگی و اینا هم در نظر بگیرید تقریبا اینجوریه که ته ماه چیز خاصی نباید واسش بمونه. اما میگم تفاوت توی این حقوقا خیلی زیاد هستش و توی کل آمریکا نگاه بکنید اعداد مختلفی وجود داره.
ولی میگم در کل حقوق کارگر خیلی پایین هستش، مثلا زیر 4000 دلار در ماه هست، که حالا مالیات رو هم کم بکنید چیز حدود 3000 دلار حد اکثر واسه شون میمونه. و این هم در نظر بگیرید البته که بعضی از این کارگران رستوران، کارگران نمیدونم مزرعه، یا همین کارگرای در واقع ساختمونی و تأسیساتی و اینا بعضی هاشون out of book در واقع کار دارن. out of book حالت هایی هستش که دیگه یعنی انگار مثلا غیر قانونیه، این دستی پول رو میگیرن و مالیات رو نمیدن، یعنی یه جوری فرار مالیاتیه که تو اون حالت ها بخوای در نظر بگیری آره مثلا شاید طرف حقوقش 3500 باشه در ماه، ولی به صورت کلی اگه بخوای به صورت قانونی در نظر بگیری حقوقاشون توی همون رنجی هستش که گفتیم و ته ماه در واقع انگار خیلی هاشون سر به سر واسه شون حقوقاشون میره. ولی خب مثلا برخی جا مثلا همین کارگرای رستوران تیپ هم میگیرن، مثلا طرف به صورت میانگین توی آمریکا اینجوریه که کارگرای رستوران نزدیک 50 دلار در روز، دیگه حالا به ساعت بستگی نداره، 50 دلار در روز تیپ میگیرن. یعنی شاید خب تیپ قضیهش اینه که دیگه کلا مالیات هم نداره دیگه و تو کل ما مثلا شاید یه مقداری بهشون کمک بکنه. این یه توضیح بود راجع به اینکه حقوق افراد، حقوق کارگران مختلف توی آمریکا چقدر حدودش و چقدر ته ماه واسه شون میمونه. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. ممنون کانال سابسکرایب میکنین، لایک کامنت یادتون نره و وقتتون بخیر.